کردم این تجربه با این همه زحمت و با این نیتی که بهتون گفتم، یعنی نیت شادابی جامعه، شادابی مردم و تغییر حال سینما، تبدیل بشه به یک فیلم سوزی. واقعا بعضیا نمیدونن این فیلم الان اکران شده. یعنی اینقدر محدودیت تبلیغات، محدودیت سینما و محدودیت سانسور، شما الان برید یه سر بزنید تنها جایی که پوستر فیلم رو سر در سینما هست، سینما سمرقنده. حتی اکبر دستمزد نگرفت، گفت بیا در کنار هم دیگه این فیلم رو بسازیم. همه فیلم رو دیدن، تمام منتقدین فیلم رو دیدن. کمتر پیش میاد تو یک جامعه منتقدین یک جامعه دیدن یک فیلمی لذت ببرن. ببینید یک سری فیلم‌ها زیادی تبلیغ میشن. من با منتقدین زیادی صحبت کردم، اصلا خیلی‌هاشون در عجب بودن که چجوری این فیلم اکران شد. ساعت 8 یا 10 شب فیلم برداری شروع میشد و تا خود صبح ادامه داشت تو این مدتی که فیلم برداری داشت. دچار یک نوع مریضی بود، مشکل داشت، قندم بالا بود، قندش. من برام واقعا قابل باور نبود که این بازیگر تو تابوت میخوابید، یعنی حتی بیرون نمیتونست بیاد از تابوت، چون راکورد داشت، سخت بود. بازیگر تو شرایط عادی به صورت ایستاده تو فضای باز و دهان بعد از یکی دو ساعت خسته میشه، نیاز به استراحت داره. تکبر از زمانی که وارد استودیو میشد تا زمانی که فیلم برداری تموم میشد به ندرت پیش میومد که تو تابوت بیاد بیرون. واقعیتش اینه که اکبر عبدی یه ویژگی که داره جز مردمی بودنش اینه که هیچ وقت نتونستن اکبر رو به جناح خاصی یا آدم خاصی ربط دادن. اکبر اگر کنار روحانی بوده محبوب بوده، کنار احمدی‌نژاد بوده محبوب بوده، کنار خاتمی بود، کنار هر، یعنی با هر کسی عکس گرفته، تو هر جلسه‌ای با آدمای سیاسی حضور داشته، حرفشو زده. یکی عجیب ترین شوخیایی که توفی بود، ما خودمون به خود وزارت ارشاد کرده بودیم توی کار، ولی انقدر ساعت داشتن که ایراد نگیرن یا مثلا نگن آقا این آهنگ انتظار رو عوض کنید یا دیالوگ عوض کنید. خوشبختانه در رابطه با فیلم این اتفاق افتاد. چه بامزه، یه لحظه گوشی حضورتون باشه. ای مگه اینو آشتی نکردم با سایی که فیلم رو میبینن گاهی تعجب، چون حالا منهای وزارت ارشاد، منهای روحانی بس وزارت و خیلی جاهایی بود که خیلی خط قرمزن برای ورود بهشون، خط قرمز وجود داره. ولی با اون دوستانم صحبت کردیم، گفتم اجازه بدید این اتفاق بیفته. از طرفی هم خوشحالم فیلم رو ندادم به جشنواره فشن دیگه. امسال دیدم که بزرگانی مثل زیادالله صمدی و آقای فرمان آرا و سینایی و اینا حضور ندارن دیگه. وای برد چه برسه به من علی شاتمی.